اصلا جناب دکتر، خود اصلاحات ارضی رو اینی که به من نقل کردم از اوکلند برای شما، تو همون جا هم اشاره شده که اصلا این بخشش مربوط میشه به چیز، به کارهایی که عبدالناصر تو مصر انجام میده. یعنی یه بخشش بحث بین المللیه در خصوص اتفاقاتی که در حوزه کشاورزی زمین و مسائل میفته، یه بخشش حالا تحلیل های داخلیه و مطمئنا صدها عامل دخیله. منتها آدم بعضی موقع میبینه که خب الان روی کدوم قضیه ما تمرکز کنیم، از چه جنبه. از این جهت گفتم، نه اینکه تنها عامل. حالا جناب دکتر، اون زمان با توجه به اینکه بالاخره چیزی که من متوجه شدم ظاهرا نیروهای مبارز و چریکای فدایی که شما فرمودید نقش مهمی حداقل در طیف دانشجویی و نخبه داشتن، جذب اینا افکار چپ و توده های مردم به نظر میرسه، چیزی که اینجوری از دور میشه دریافت یا از لابلای کتب، هنوز مبهمه براشون امر، یا اگر هست هنوز تصمیمی اصلا شاید اتخاذ نکردن که چیه، دارن زندگیشون رو میکنن. بعدن حالا حوادثی که اتفاق میفته و همین طیف های فدایی و چریک های حالا فدایان خلق اسلام و اینا موتور محرکه هستن گویا یه انقلاب، و اینا هستن که مردم رو راهنمایی میکنن، سازماندهی میکنن. صحبت من اینجاست که توی دانشگاه که شما بودید، فعلا وارد دانشگاه شما نشدید، ما همش بیرون از دانشگاه هستیم، شما دانشگاه ملی گفتید که تشریف داشتید، ما همش تو سینما و تئاتر بودیم های دکتر. الان خودم حالا بریم یه سری من موقع هم که سر کلاس بودم بیشتر رمان میخوندم تا گوش بدم ببینم استاد چی میگه. خب همین کار خوب کردید دیگه. نمونه ای سراغ دارید آیه دکتری که مثلا استادی فعالیت سیاسی داشته باشه اینو از کار برکنار کرده باشن یا نونشو آجر کرده باشن به خاطر فعالیت سیاسی، یا نه ممکن بود مثلا طرفو در بند کنن، حبسش کنن، موقت اذیت کنن، ولی دوباره باز بیاد این شخص تو همون نظام سختگیر شاهنشاهی دوباره به کارش ادامه بده؟ ببینین، من فقط از تجربه خودم میتونم بگم، نمیتونم بگم من هیچ استادی رو که مثلا اومده، فرض کنین ما کلاس اقتصاد سیاسی داشتیم، اصلا راجع به مارکسیسم حرف نمیزد استاده که بیان بگیرنش که مثلا تو چرا راجع به مارکس حرف زدی، راجع به همین اقتصاد نیولیبرالی حرف میزدن. ولی اخیرا داشتم چیز میخوندم، خاطرات علی میرسپاسی رو داره، خاطراتش رو نوشته، داره چاپ میشه. علی میرسپاسی خیلی بیشتر درگیره مسائل سیاسی بود. من هم تو که عرض کردم وقتم بیشتر خارج از دانشگاه بود، یعنی اصلا دانشگاه رو دوست نداشتم، از مدرسه دانشگاه فراری بودم، نمره هم همه ناپولونی بود، برای که بیشترش یا کار میکردم صبح تا غروب، یا مثلا دنبال اندیشه های سیاسی بودم، به خصوص مال چریکه فدای خلق، به اونا جذب بودم، یا فیلم و سینما و تئاتر و نقاشی و از این حرف. مثلا یه گالری سیهون فکر کنم یه نمایشگاه بود از آثار اردشیر مؤسس، مثلا شیفته این بودم و دنبال اون میرفتم و میخوندم و باز همون معضله بود، داشتم فهم سعی میکردم. در نتیجه آیا سانسور بود؟ بله. آیا خودسانسوری بود؟ بله. آیا اساتیدی رو که افکار مترقی داشتن تحت فشار بودن؟ بله حتما بودن. ولی من تجربه شخصی خودم به دلیل حضور کمرنگی که من در دانشگاه داشتم، مثلا دانشگاه رسمی در تدریس رسمی برام موضوعیت نداشت، خیلی چیز بود، بورینگ بود، کسل کننده بود برام. نمونه به خصوصی رو ندارم که الان به خدمت شما بگم. درسته. بعد فرمودید که حسینیه ارشاد رفتید اونجا، میتونید از فضای حسینیه ارشاد، افرادی حسین... که اونجا بودن، حسینیه ارشاد به یک در واقع قشری از متفکرین و سیاسیون جوان، حالا به اصطلاح خودشون دینی یا مسلمون، من به این اصطلاح چیز نیستم که بگن اینا ما دینی بودن مثل که بقیه بی دین بودن، نوع به خصوصی از به اصطلاح تعلق خاطر دینی. ولی بیشتر از هر چیزی اون یه دفعه که من رفتم شیفتگی به سحر کلام شریعتی بود، یعنی سخنران بسیار، یعنی شما فصل شریعتی منو تو کتاب Theology of Discontent هم نگاه بکنین، من این که چجوری میپرید، مثلا قرار بود راجب اسلام شناسی حرف بزنه ولی حوصله راجب اسلام شناسی حرف زدن نبود، میدونن راجب یه چیزی، یه نثر زیبایی راجب کویر مینوشت، یا راجب اهمیت سمبولیک عاشورا مینوشت،
متفکر غریب. البته الان در این مرحله من جذب به تفکر اون نیستم، یعنی بیشتر با اون مکاتبه معروفش با فانون که خانم شریعتی، خانم دختر آقای شریعتی هم ترجمه کرده، با اون موضع فانون من الان بیشتر نزدیکم. ولی موقعی داشتم فصل شریعتی رو تو کتاب تیالوجی و دیسکونتنت هم می نوشتم، دیگه سیر تا پیاز اینا من بالا پایین خوندم و در آوردم. و بعدم کتابم که در اومد، یعنی دادم به ناشر، دادم به آکسفورد یونیورسیتی پرس. آکسفورد یونیورسیتی گفت آقا این کتاب خیلی خوبه، ولی کوتاهش کنید. گفتم برو آقا پیکارت، من یه مسئولیتی دارم در مقابل این اتفاق عجیبی که در کشورم افتاده. هیچ کسم بعد از من حوصله اینه که بشینه آقا ببین مطهری چی گفت، بازرگان چی گفت، بنی سعد چی گفت، شریعتی چی گفت، برو از اون سیر تا پیاز بخون و درار رو مور از ما بگن. شما ماها توی طبقه چندم کتابخونه وایدنر نشستم، مکتب تشیع که در قم در میومد، خوندم که ببینم اینا چی دارن میگن. به هر حال کوتاه نکردم، نیویورک یونیورسیتی پرس در اومد. برگردیم به سوالتون راجع به شریعتی. او نه اینه که فرصت رو فهمیده بود، شیفتگیش نسبت به اینه که در بطن در واقع اسلامی که ما به ما رسیده، یک به خصوص تشیع، یک روحیه انقلابی، پتانسیل انقلابی وجود داره و این الان موقعشه که باید بزنه بیرون. اون بود که جوانا رو شیفته خودش میکرد. حالا درست روبروی، حالا نه دقیقا روبروی حسینی ارشادی، چند تا مثلا خیابون پایین تر، دولت اومده بود یه مرکزی رو درست کرده بود به اسم کاخ جوانان. شما شنیدی؟ کاخ جوانان، که مردم بچه ها نرن اونجا مثلا به شریعت گوش بدن، سرگرم بشن. خیلی هم چیزای معصومی بود، مثلا پینگ پونگ بازی میکردن، نمیدونم فیلم تماشا میکردن، از این کار. ولی یه هم دولت متوجه شده بود، یعنی شاه ساواک چنان متوجه شده بودن که شریعتی دست روی یه نبضی گذاشته، یه اتفاقی داره میفته که بعدا هم تو که میدونی فقط دستگاه سانسور شاه نبود، روحانیون هم باهاش مخالف بودن. یعنی حرفایی رو میزد، پتانسیلی رو درش از دل تشیع در میورد و بیان میکرد و اینا، که حتی خود روحانیون هم مطابق میلشون نبود. درست. در مورد شریعتی، حالا دیگه چون دهه 50 است، دیگه دهه 50 است و الان هم مثلا حسینی ارشاد شریعتی مشغول و ایور توی فضای دانشگاه هم دانشجویان و هنرمندان همه دارن به هر صورت یک جریان، نمیگم به سمت انقلاب، یعنی دارن رسالت خودشون انجام میدن، حالا به هر کسی به شکلی. در مورد شریعتی جناب دکتر، شما نظرتون چیه در مورد این قضیه که زمانی که شریعتی گویا در فرانسه بود موقعی که انقلاب الجزایر شکل گرفت و یه بارم کتک میخوره به گمانم از پلیس فرانسه در حمایت از الجزایر اونجا شد، شریعتی همین که کتاب دوزخیان روی زمین فانون هم ترجمه میکنه، به نظر میرسه که به شدت متأثر از انقلاب الجزایر بوده. یعنی از این زاویه میخوام که درسته ببینیم محیط پاریس رو که شریعتی بوده، و من توی همون کختی لطن و اونجایی که شریعتی بوده بودم و محیطش رو میشناسم، هم انقلاب الجزیره بود هم انقلاب کوبا، اینا رویه. و بعد این در واقع جنبش های اجتماعی خود پاریس در سال 68، سوسان ویتیم به اصلا یه اصطلاحی داره، 68 یا سارت، این سارت اونجاست، فوکو اونجاست، غیر از اتفاقا هم موقع سعید هم میره دیدن چیزی، ملاقات سعید داره با سارت که راجبش نه در خونه فوکو، بله در خونه فوکو، یعنی اونجا ملاقات میکنن. شریعتی محصول اون جوون مترقی افکار زنده و پویایی داره، دلش برای ایران، یعنی دلش درد ایران رو داره. بعدم از یه خانواده به حالا به اصطلاح، من این اصطلاح رو نمیپسندم، مذهبی آمده و دنبال یک اندیشه انقلابیه. اینجاست که اهمیت اون در واقع مکاتبه کوتاهی رو که با فانون کرده و نقطه نظرشون رو راجع به استفاده در واقع ابزاری از برای شریعتی، استفاده ابزاری از دین نبوده، او اصلا دین رو ذاتش رو اینطوری میبینه. و من در کتاب شیعیزم ریلیجن اف پروتست میگم که در بطن شیعه یه حالت اعتراض همیشه وجود داره، همیشه حالت اعتراض وجود داره، متأسفانه هیچ کی اینو مثل شریعتی نمیدید و اینطوری
لیزر بیم نکرد بود مثل شریعتی. آل احمد هم دیده بود و مثلا من برای هم ولی اینو میخوام عرض کنم، بین آل احمد و شریعتی با اینکه یک دفعه اینا هم دیگر رو دیدن، هیچ ارتباط کوزالی نیست که آل احمد اتفاق افتاد، در نتیجه شریعتی هم اتفاق افتاد. یعنی شما این هشتا متفکری رو که تو کتاب تیالوجی و دیسکونتنت هم من بررسی کردم، آل احمد، شریعتی، مطهری، بازرگان و حتی استاد فیلسوف تراز اول اون موقع علامه طباطبایی، اینا اتفاقات مختلفی که داره میفته، منتها ما هنوز فه تبدیل به فرهزاد نشده. در موقع انقلابی که این فه ها تبدیل هم میشه و تبدیل به چیز میشه. یه موقع این رو راجبه ابن عربی میگفتن، یادم استاد مهدوی دامغانی میگفت راجبه ترجمان الاشواق یا فصوص الحکم ابن عربی، که قبل از ابن عربی هی قبلا هی اینا یه چیزی گفته، ولی صورت انسجامش رو ابن عربی در ترجمان الاشواق، حالا یا فصوص الحکم یا فتوحات المکیه، تو اونا در اومده. از نظر من شما وقتی که ایران بین دو انقلاب یرمان رو میخونیم که بهترین کتاب رو انقلاب بین دوتا انقلاب، بهترین، هیچ کتابی به خوبی اون نیست، شما یه حالت در واقع تیلیولوژیکال میبینید که این داره اتفاق میفته و منجر به اون انقلاب میشه، در حالی که من این حالت تیلیولوژیکال رو ندارم. اندیشه من تیلیولوژیکال چی میشه فارسیش جام تماسیبی؟ که به یه جهت مشخصی داره میره، هدفمند میشه. آره هدفمند. آره هدفمند نیست، اتفاقاتی داره میفته که اینا یه دفعه اینا همه به هم دیگه میچسبه و انقلاب اتفاق میفته. در نتیجه الان بحثایی که الان میبینم هست، بعضی موقع ها آیا زمان شاه بهتر نبود، آیا نباید ما انقلاب نمیکردیم، آیا فلان، اینا اصلا کلیت روند تاریخ رو که چجوری تاریخ اتفاق میفته، وقتی تاریخ اتفاق میفته چند تا اتفاق مختلف داره میفته، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک، حالا ارتباط ارگانیک، حالا باز بین ابر و باد و ماه و خورشید و فلک یه ارتباط ارگانیک وجود داره، اینی که من میگم اصلا ارتباط ارگانیک وجود نداره. یکی از احمد اشرف یه دفعه به من میگفت سه تا آدم مهم بودن در انقلاب، شاه و کارتر و خمینی، اگه یک کدوم از این سه نفر یک کسی دیگه بود، به جای شاه اشرف بود، به جای آیت الله خمینی مثلا آیت الله بروجردی بود، به جای کارتر مثلا ریگان بود، این اتفاق نمی افتاد. حالا این حالت اگزاجیره، اینطوری این نیست، یعنی وقتی که یه اتفاقی داره میفته، این ابر و باد و یعنی تمام اتفاقات فلکی افتاده، یه دفعه انقلاب صورت میگیره. ما در تحلیل از انقلاب نباید تقلیلش بدیم که آقا ما اشتباه کردیم، مثلا شاه زمان شاه بهتر نبود، خدا بیامرز چی بود، خوب یه اتفاقاتی زمان بود. آقای دکتر، این رویه نگاه به تاریخ که بسیار عوامانه است و متاسفانه این الان هست، یعنی فکر نکنید که حالا من شما نشستیم میگیم که این اینجوری نیست. خیلی از افرادی که تحصیل کردن، محققای ممکنه بزرگی باشن، آدمای با دیدن مشکلات کنونی، مثلا از اقتصاد ناخوب فرض کنید و خیلی مسئله دیگه وارد نمیشیم دیگه، یعنی با درک مشکلات کنونی و فشارهایی که الان به ما وارد میشه، گویی انگار یک راه فرار نیست، یک مفر دیگه این که اون بهتر بود. این که در همه جا هست این مسئله، من تا وقتی بس تخصصی باشه، علمی باشه، خب اینا مفهوم نده. بعدم یکی از همکاران شما توی امریکا، محمد سهیمی، من با میل و شوق مقالاتشون رو بعضی موقع فیسبوک وارد میشم میخونم. ایشون یکی از برادرش به گمانم در همون اوایل انقلاب اعدام میشه تفلک، به بهانه همکاری با مجاهدین خلق، و هیچ جرمی هم نکرده، اصلا هنوز دست به سلام نبرده، هنوز اینا منفک نشدن. خب یعنی در واقع خونش ریخته میشه، هدر میره، ولی این آدم گمان من اینه که انصافش رو رعایت کرده. وقتی میخواد تحلیل کنه، اینا میان میگن شاه ال بود بل بود، من دوره شاه چه انقلابی ما داشتیم، چقدر تورم رو میکنه، میگه ببینید تورم چجوری بود، شاه
در واقع شاه هم فهمیده بود که دیگه مثل یک سیبی که دیگه حالا از رسیده رفته به گندیده باید بیفته، خودش هم به این مطلب آگاه بوده و این به قول شما این باید اتفاق میافتاد، حالا چه عواملی دخیل بود کاری ندارد. میخوام بین بله بفرمایید. بنانه شما بفرمایید. پس جناب دکتر شما چیزی که الان مربوط به خود شماست و این مباحث، شما به جریان چریک های خلق بیشتر نزدیک بودید، آیا همکاری هم میکردی باشون یا صرفا فکری بود به لحاظ سمپاتی دارید؟ نه فقط فکری، هیچ در واقع ارتباط، یعنی به اونا علاقه داشتم، بیژن جزدنی رو علاقه داشتم و میخوندم و کمکم میکرد بفهمم تاریخ چیه، امیر پرویز پویان رو از نزدیک میخوندم و سعی میکردم بفهمم، شاعری رو میخوندم، خیلی میخوندم و در شکیری افکار من، ولی هیچ کدوم اینا اهمیت علی نوروزی رو نداره، یادتون نره من نزدیکترین کس آدم گمنامی بود که یه بچه تبریزی بود مثل من، بچه شهرستانی، منتها اطلاعات دقیقی در راجع به مارکسیسم داشت و همین رو از علی یاد میگرفتم، منتها هیچ چیز تعلق خاطری، اینه که پاشم تفنگی بردارم تیری در بکنم حرفا، اصلا اینا هیچ وقت توی چیز من نبوده، هنوزم نیست و اصلا من تا الان که به این سن رسیدم هیچ وقت نه تفنگی دیدم در زندگیم، نه هفتیری دیدم، نه دارم میخواد ببینم، اصلا از فکرشم میترسم، منتها از نظر چیز ببینین، حالا برای شما یه چیز رو بگم، ما در این سالهایی که من تهران بودم یک مترجم درجه یکی بود به اسم کریم کشاورز، فکر کنم فوت کرده خداش بیامرزه، این زبان روسی بلد بود و کتاب‌های درجه یکی رو که مورخین روس روی تاریخ ایران، تاریخ اسلام نوشته بودن، اسلام در ایران، نمیدونم تاریخ ایران، تاریخ مغول، او و چند نفر دیگه ترجمه میکردن به فارسی. یکی از مهمترین اتفاقات زندگی نسل من این ترجمه های کریم کشاورز از منابع روسیه، منتها ناشرا کاری که میکردن میومدن یک روحانی به اصطلاح تحصیل کرده را انتخاب میکردن که بر این ترجمه یه حواشی بنویسه، در نتیجه ما یه تحلیل دپش مارکسیستی از تاریخ میخوندیم، منتها یه حواشی داشت از یه آدم محترم روحانی که حالا مثلا این دیدگاه رو نمیپذیرفت یا به منابعش ایراد داشت یا به هر چیز، ما هر دو رو میخوندیم، در نتیجه دیدگاه یه کتاب فروشی بود اون موقع به اسم کتاب فروشی گوتنبرگ، این گوتنبرگ چیزای پروگرس مال چیز میورد، مال از روسیه میوردن کتابای که ترجمه های بدی هم داشت، منتها مثلا پوشکین شما میخوندین، داستیفسکی رو میخوندین، کیو اینا رو میخوندین، اون محیط که هم شما با دنیای علم سر کار دارین، دنیای تفکر علمی سر کار دارین، با منابع سر کار دارین، حالا این منابع یه دیدگاه مارکسیستی داره، دیدگاه مارکسیستی هم محترم به جای خودش، تا رسیدیم به اواخری که من داشتم از ایران می اومدم، یه نویسنده و مورخ ایرانی بود، هست، خداش امیدوارم هنوزم هست، محمد رضا فشاهی یه کتابی نوشت به اسم از گاتاها، تاریخ جنبش‌های اجتماعی ایران از گاتاها تا مشروطیت، این خلاصه این تفکر در واقع متریالیست دیالکتیکی بود که اون موقع ها ما بچه ها دانشجوها شیفته اون بودیم، منتها این شیفتگی به این معنا نبود که ما جلوی تفکرات متفاوت دیگه رو مانع ازش بشیم، عرض کردم یه دفعه گلستان برای من تعریف کرد که نوروزی بوده رفته بوده خونه مریم فیروز و از مریم فیروز یه کادو میگیره، نوروز عیدی میگیره و اون یه کتاب داستایفسکی بوده، بعد برمیخوره به عرض به خدمتتون که انور خامنه‌ای یه کسی مثل اونا گفت این چی میخونی، چیزای بورژوازی ابلهانه چی داری میخونی، چون اونا فکر میکنن که پس فردا الان قرار انقلاب داستچکوش بشه، اون محیطه، یعنی محیطی که شما بهرمند میشید از تفکر علمی ولی مقید به اون نیستید، بلکه بیشتر به شما آزادی میده، اون آزادی فقط در این نیست که شما یه دیدگاه مارکسیستی دارین یا دیدگاه مثلا ملی دارین، شما عرض کردم مثلا دو قرن سکوت استاد مرحوم زرینکوب بود ولی جواب اون، جواب تلویحیش، خدمات متقابل ایران و اسلام استاد مطهری هم بود و ما اون در اون مرحله از هر دو بهره مند می‌شدیم، هر دو رو می‌خونیم، هم دیدگاه ناسیونالیستی استاد زرینکوب رو هم دیدگاه باستر مال مرحوم مطهری رو،
اون محیطه ما محصول اون محیطیم که حالا درش چند صدایی، یعنی یک جور چند صدایی که از یه طرف هم حالت دموکراتیک، یعنی ذهنیتی بوده که استبدادی نبوده، شاید چون استبداد شاه رو، استبداد ساواک رو یا نظام های مرتبط به نظام شاهنشاهی رو میدیدید و متوجه میشدید که این به درد نمیخوره. آقای دکتر، من کتاب روزها در راه مرحوم شاهرخ مسکوب رو که میخوندم، بخشیش که مربوط به انقلابه، این بخش خیلی شبیه همون بخش سفرنامه شما به قدس بود. از یه جهت، از این جهت میگم، از این جهت که همراه شدم با نویسنده من و دقیقا تو موقعیت قرار گرفتم، انگار من اون بودم، داشتم همه چی رو با تمام وجود لمس میکرد. میخوام اینو از شما به یک شکل دیگه بپرسم. عجیب اینه که مسکوب خیلی زود متوجه خیلی قضایا میشه، یعنی پیش از اتفاقاتی که حالا خیلی کنار گذاشته بشن و نمیخوام وارد این مقوله بشم، شما با اینکه رفتید احتمالاً بهمن ماه از ایران رفتید امریکا و حدود خرداد برگشتید، گفتید به خاطر الله یه سری کار، شما وقتی برگشتید چه انتظاراتی داشتید به عنوان یک ایرانی؟ اصلا حالا کاری ندارم که شما میخواید ایران بمونید یا نه، چه انتظاراتی داشتید؟ توقع شما از این انقلاب چی بود؟ چی میشه؟ یعنی چه فکر میکردید خود شخصشون؟ ببینین، بیشتر از هر چیزی آقای طباسیبی شوکه، یعنی همونطور که عرض کردم بین سال 55 که من از ایران اومدم، مثل هر دانشجوی دیگه شب رفتیم به سفارت امریکا خوابیدیم، صبح کله سحر رفتیم اونجا، پاسپورتمون رو نمیدونم چی چیمون رو پذیرشمون رو دادیم، ویزا گرفتیم، سوار هواپیما شدیم، از مهرآباد اومدیم به امریکا. اون موقعی که ما اومدیم از ایران بیرون، تصور اینه که حالا قراره یه انقلابی بشه و کن فیکون بشه، اصلا و ابدا هر کس هم بگه آقا نه صدایش میومد فلان صحبت، به نظر من نبوده. بعد منم بچه اون محله بودم، من اونجا بودم، دانشگاه بودم، نمیدونم روزنامه میخوندم، مجله میخوندم، همه جا بودم. وقتی که برگشتم، یعنی در جون 79، 6 ماه بعد از انقلاب که برگشتم، که بهش گفتم بهار آزادی، اون موقع بهار آزادی، بیشتر از هر چیزی این فضای آزادی، مثلا وارد صحن دانشگاه تهران که ما میشدیم، مثلا یه جلسه بود که داشتن دونه دونه لایه های چیزای قانون رفت قانون اساسی رو بررسی میکردن، اینجاش با دموکراسی میخونه، اونجاش نمیخونه، آقا اینجا چیه، این صحنه، این حادثه. یا میرفتم توی صحن دادگستری برای اینکه اعتراض بود به اینه که کسی گفته بود زنها نمیتونن قاضی بشن، یا اعتراضی به اون چیز بود که باز این خانم زهرا خانم هم اونجا بود، این همه جا حضور داشت. اینه که یه اتفاق داره میفته، این اتفاق در واقع از کسی شنیدم این زهرا خانم هم یه ستایش خوب، دستخوش خوبی هم در واقع گرفته بود به خاطر خدماتش. آره، یه عکسی ازش اون موقع سر یه مجله دیدم که قدس‌زاده سرش داره دم گوش، این داره یه چیزی دم گوش زهرا خانم میگه. حالا نباید این زیاد جندرش کرد، مردای دیگه هم بودم، اونطور این خیلی مشخص بود، یعنی آره. بیشتر از هر چیزی، برگردم به سوال خیلی خیلی مهمیه، بیشتر از هر چیزی آقای طباسیبی، من فکر نمی کردم که آقا این قرار است به یک دموکراسی تبدیل بشه یا دموکراسی الان سر راهه. از اینی که این اپیستیم چی میشه فارس؟ این اپیستیم شکسته، گوش میدین؟ این اپیستیمی که ما داشتیم درش زندگی میکردیم تا انقلاب داره میشکنه و هیچ کس کنترلشو نداره. مهمترین جمعه این اپیستیم چند صداییش بود، یعنی چپ مارکسیستی بود، مذهبی اسلامی هم بود، ناسیونالیست مصدقی هم بود، همه هم، حالا اینا درسته حرف با هم نمیزدن، یعنی دیالوگی که الان من وای میسم بینم شما چی میگین، سعی میکنم جواب سوال شما رو بدم، اصلا اتفاق میفته. یعنی سه تا ویولنگث بود، ها؟ موج بود، اینا سه تا موج همه حرف خودشون میزدن، اصلا دیالوگی برقرار نبود، یعنی جنگ و دعوایی بود برای اینکه کی
قرار ببره و بقیه رو ساکت کنه. اتفاقی که میفته آقای طماسبی، زبان انقلاب، یعنی زبان دو سال بین شبهای گوتر شما بگیرین تا اعتراض به اون نامه کذایی که در آیندگان بر علیه آقای خمینی نوشته میشه، این بود شما بگیرین. حالا بعضی ها ما مثل من معتقدیم که اون ده شب گوته خیلی مهمه، بعضی ها میگن نه اعتراض به این نامه مهمه، هر دوش مهم بوده. چیزی که مهمه چند صدایی بودن صدای انقلابه. صدای انقلاب چند صدایی داره، بود داره. چرا؟ چون شریعتی وقتی که در حسینی ارشاد حرف میزنه تو ذهنش داره با مارکسیست دیالوگ داره، تو ذهنش با اون ناسیونالیست ضد استعماری دیالوگ داره، چون حضور داره، چون طرفدار داره. توجه کردیم؟ یا عکسش هم هست، اونی که ناسیونالیسته حضور مذهبی رو میدونه، اونی که مارکسیسته حضور ناسیونالیسته رو میدونه. اتفاقی که به تدریج توی دهه اول انقلاب میفته، این چند بعدی صدا از بین میره. یعنی با تصفیه های دانشگاهی، حالا همه تفلک این سروش رو مقصر میدونن، ولی سروش هم ملعبه چیزای دیگه بوده، این تصفیه های دانشگاهی و بعد اون قتل عام دهه 60، اینا یک شوکی وارد میکنه به بدنه تفکر سیاسی ایران که اون چند صدایی میشه تکنیکی یک صدایی. یعنی این یک صدا دیگه انعکاس و مکالمه و مناظره‌ای با صدای دیگه نداره، چه شکستش داده. توجه کنید، یا از یه حالت با یه حالت قاهری داره صحبت میکنه. زیباترین چیزها در تاریخ ایران موقعیه که، حالا اصلا میدین تاریخ اسلام، موقعی که فیلسوف عالم به صدای صوفی، صوفی وقتی که رومی میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین بی تمکین بود، یعنی صدای استدلالی ها رو میشنوه. یعنی استدلالی ها حضور دیالوجیکال بختینی توی صدای این داره. این هم در بدو انقلاب ما، یعنی دهه 50 و 60 و شیفتگی که ما ها بهش داریم، اینه که این چند صدایی وجود داشته. ما احترام میذاریم. من برای رفیق هم خونم که گفت آقا تو بیا با من بریم خون این شریعت رو گوش بده، من به دلیل احترامی که برای من، اونطوری فکر نمیکردم. من همونطور که الان بارها برای شما گفتم، من ملا جواد نقش اساسی در زندگی فکری من داشته. توجه کردیم؟ من اصلا با مذهب خصومتی نداشتم و اصلا این دوگانگی رو نمیدیدم، ولی احترامی که به نقطه نظر سیاسی اون داشتم، گفتم پاشو بریم شال و کلاه کردیم یه روز رفتیم حسینی ارشاد، در حالی که حسینی ارشاد چیز من نبود، صحنه دانشگاه بود، استنسیلایی که اعلامیه چیز میکردیم بود، تالار رودکی بود، چی بود این حرفا، ولی گوش میدادم. و بعد با اینی که نمیپذیرفتم موضع سیاسی او رو، موضع سیاسی او دخیل میشد در نحوه تفکر من، چون برادرم بود، خواهرم بود، اونم حق حرف و موضع داشت. و حتی بدونی که من بخوام، موضع او بخشی از موضع من میشد. شکستش نداده بودم، زندانیش نکرده بودم، از کار بیکارش نکرده بودم، تصفیه دانشگاهیش نکرده بودم، قتل عام سیاسی تو زندانش نکرده بودم، همه بود. ممکنه که نمیپذیرفتیم، ولی با هم حرف میزدیم. خب این دلیلش این بوده که به هر صورت اون جناحی که شما به لحاظ فکری به اینا نزدیک بودید، اینا در رأس قدرت نبودن. عرض بفرمایید مثلا اگر بله درست دقیقا همینطوره، چه بسا اونها هم اگر در موضع قدرت بودن همین کار رو با کسای دیگه میکردن. این خاصیت این قابل، این به لحاظ اخلاقی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، صرفا در مقام توصیف داریم میگیم. نه میگم اینا چیزه، یک جناحی برده و این یک جناح این کارا رو کرده. اگر جناح دیگه، اگر مجاهد مو شاید بدتر میکردن، اگر چریکای فدای خرخو شاید بدتر میکردن، منتها اون اتفاق نیفتاده در تاریخ. ما نمیتونیم راجع به فرض تاریخ، راجع به واقعیت تاریخ باید حرف بزنیم. ولی دارم این عرض میکنم که چی رو ما از دست دادیم که الان این چیز الان یواش یواش داره از طریق این تکنولوژی و این حرفا که یکی میگه آقا شما برای دانشنامه اسلامی کار میکنی نکنی، آقا ولی مونده برادر من
یه اصلا الفت من و شما به دلیل جهان عرب ما از یه جای دیگه شروع کردیم. اولین تماس شما با من موقع بود کتاب سعید داشتید ترجمه میکردید. اصلا در جهان عرب وجه مشترک من و شما اصلا ایران نیست. وجه مشترک ما که چیز در واقع کار تخصصی شما روی ادبیات عربه و به هر حال تعلق من به جهان عرب. این سوء تعبیر و سوء چیزاست که داره و این برای من قبل از اینکه با شما هم صحبت بشم توی سینما ایران اتفاق، برای که سینمای ما یه سینمای جهانیه. قبل از اینه که کیارستمی بیاد و چی بشه و کن بیاد چی بشه، الان چیزای خانم وفا بیر رو میخونم، کنم بالاخره یه جاییه، یعنی زیاد آدم گندش نباید بکنه. حالا یه دفعه برای کن برای شما میگم که چرا کن مهمه، ولی حالا الان حرف تا حرف میاد. این بله بله اون سوء تفاهم و سوء تعبیرا الان به دلیل این تکنولوژی که من دارم به چشم شما نگاه میکنم و حرفم میزنم، آقا اینطوری بود تهران اینطوری شد. الان همین صبح مقالم در مدرن یه چیز، آقا ما سوار اتوبوس میشدیم فردوسی رو من ورش میگرفتم، یه فردوسی رو اصلا ورق نمیزدم چون میدونستم داجناپلون کجاست. اون داجناپلون دادم میرفتم صندلی آخر میشستم بعد شروع میکردم به خوندن و فلان. اینا داره برمیگرده، برمیگرده برای ساحت عمومی. ما درسته که الان من شما دیدیم مثلا 20 نفر 30 نفر ممکنه این نگاه بکنن، ولی میره یک حضور در سایبر اسپیس پیدا میکنه که هر کسی میتونه بهش دسترسی داشته باشه. در اون موقع است که این سوء تعبیرها از بین میره، شک و تردیدها میتونه به صورت پانسیل از بین بره و ما بتونیم به اون پابلیک اسفیر در واقع اون سپهر عمومی برسیم که در اون سپهر عمومی ما حداقل الفبای فهم همدیگر رو داریم. خب جناب دکتر خیلی نکته مهمی اشاره کرد. این مطلبی که الان فرمودید اینی که من شما بشینیم اینجا صحبت کنیم دیگه کاری نداشته باشیم که حالت چجور بگم اطلاعات این کجاست، این با کی مرتبطه، دوستش کیه، کجا رفته، مثلا نتیجه بگیریم و تقلیل بدیم افراد رو به یک چیزی که تو ذهن خودمون این که انشالله حل میشه. و اتفاقا من مطلبی نوشتم گفتم که الان زمان این نیست که ما بیایم گوش کنیم توی رسانه ها توی این فایل هایی که مرتب رد و بدل میشه، فلان سخنران یه پرت و پلایی گفت، فلان روحانی که سوادی هم مثلا نداره این حرف بی خود زد، فلان سیاست مدار فلان مثلا، هی درگیر کنیم ذهنمون به چیزای پوچ. ما بیان حرفای خوب بزنیم به جای اینکه بریم تعلیق بزنیم و نهی و انکار و اثبات و فلان، بیان خودمون حرف بزنیم، یعنی دنبال آفرینش باشیم نه دنبال تعلیق و رد و تکذیب بیانیه یا سو. حالا این الحمدلله اتفاق افتاده و خوشحالم و به مرور هم بیشتر نتیجه میگیریم به نظرم. یعنی دوستانی هم که اینجا هستن یک مقدار سیاست زدن های دکتر، خیلی دوستان اهل دانش ما، ممکنه خود منم یکی از اونها باشم، انکار نمیکنم، توی نقد ادبی توی حوزه هنر طرف دنبال مطلبی که خودش میخواد، یه پرخاشی، یک فریادی، آقا پرخاش اینه که من حرف درست بزنم. اگر پرخاش واقعی میخواد اثرگذار باشه، نتیجه بخش بشه، یعنی من حرف منطقی بزنم یا با کسی هم صحبت بشم که فهم عمیق‌تر و دقیق‌تری رو به من بده در مورد مسائل، این میشه اعتراض، اعتراض درست و صحیح، اعتراض بر علیه جهل. ما با هیچ کسی دشمنی نداریم، با هیچ کسی تقابل نداریم، اگرم دشمنی جهله جهله. جناب دکتر زیادم گذشته ولی دوست دارم این بخشو بگم. انقلاب 1970 و 1979 دیگه تقریبا مصادف شد با کتاب شرق شناسی ادوارد سعید، درست میگم؟ یا 78 در اومد کار سعید؟ بله شرق شناسی 78، انقلاب 79 بود. بله خب این دو رویداد که خیلی نزدیک به هم هستن به لحاظ گفتمانی آدم وقتی نگاه میکنه میگه که مثلا حالا این انقلاب که افرادی اومدن در روسیه حالت امپریالیستی ضد امپریالیستی و فلان، کتاب سعید نمیشه به این تقلیل داد هرگز. میخوام که خود شما برداشتتون از این کتاب، ظهور کتاب ادوارد سعید حالا در آستانه انقلاب پیش از انقلاب اینا به صحبتی کنید. و از قضا در مورد ادوارد سعید هم از این جهت میخوام بحث کنم چون که
مثلا ماهایی که علاقه داریم به اندیش های سعید، نه که در بس بپذیریم، ممکنه خیلی نقد هم وارد باشه بعد 40 سال، چقدر 40 چند سال الان میگذره از این کتاب. این کتاب نه انجیل، نه کتاب مقدسی که یک متفکر کار ارزشمند ارائه داده با تمام نقاط قوت یا ضعفی که میشه براش متصبر شد. اما یه اتفاق بدی که هست، یک عده نگاه ایدئولوژیک دارن به این کتاب. یعنی تا شما از اندیشه سعید صحبت میکنید، یهو اون به خاطر اون مبحث سیاسی، به خاطر حالا اون تلقی خودشون، سری موزه گیری میکنن، تقلیل میدن سعید رو به یک جنبه های خیلی کوچیک. میخوام در مورد این مسئله هم یه صحبتی اگر فرصتی دارید. ببینید جناب تماسبی، من فکر میکنم الان دیگه ما الان نزدیک یک ساعت و ای بابا یک ساعت و نیمه حرف داریم میزنیم. بحث سعید رفیق نزدیک من هم الان دارم که به دوربین شما نگاه میکنم، از لای پنجره آپارتمانمون ساختمون این بر که بپیچین، الان مریم سعید همسرش اونجا داره زندگی میکنه، این جایی که سالها سعید زندگی میکرده. تو همین خیابون ما من تقریبا هر روز وقتی میرفتم دانشگاه میدیدمش، حرف میزدیم، بحث میکردیم، چی چی فلان. هم همکار من بود، هم فکر من بود، هم رزم من بود، هم ما تو این دانشگاه اتفاقاتی افتاده بود. منتها من در مورد شرخشناسی که شما میفرمایین یه دید در واقع تکنیکی دارم، چون من دانشجو بودم در دانشگاه پنسیلوانیا در یک کورس خیلی مفصلی روی جامعه شناسی دانش، سوسیولوژی اف نالج، که ما در اون کورس جامعه شناسی دانش چیز رو میخونیم، کارل مانهایم رو میخونیم. حالا الان اینجا نگاه بکنم، کتاب کارل مانهایم ایدئولوژی اند یوتوپیا، ماکس شیلر رو میخوندیم، عرض به خدمتتون جورج هربرت مید رو میخونیم. یعنی این قنبلان قوم جامعه شناسی دانش توی اون کانتکست بود که اولین بار استاد من سامیول کلازنر این کتاب اورینتالیسم بود. این کتاب هم تازه در اومده و ما توی اون کانتکست جامعه شناسی دانش ما اولین بار این کتاب ادوارد سعید اورینتالیسم رو دیدیم و خوندیم و اصلا حرف عجیبی نبود، چون شما در مثلا ماکس شیلر میگوید که قبل از اینی که یک آی من به وجود بیاد یه می در آدم شکل میگیره، مرا شکل میگیره و چه و چه آیدیال جنیوتوب مال کارمان های فلان، یه بحث های خیلی مفصل تکنیکی مهمی هم هست. اولین آشنایی من با چرخشناسی این بوده. حالا همطور که عرض کردم یه موقعی حالا بحث سعید رو و اورینتالیسم رو یه جلسه رو باید بهش اختصاص یه جلسه از شما قول میگیم آقای دکتر، قولم که خودتون هم پیش شما زدی چه بهتر، یک جلسه اختصاصی در مورد سعید و شما. بله. شما و سعید. بله. ولی چند سوال شما رو بی‌ادبی نکنم بی جواب بذارم، بحثایی رو که الان میبینم نه فقط در ایران، در کشورهای عربی هم همینطوره، در اروپا هم همینطوره، بحثایی رو که میبینم در مورد نقد به سعید، اینا نقده مثلا شما بیکی بگه که آقا تو پیرن سبز دوشیدی، من پیرن سبز دوست ندارم. آقا من سبز پیرنم نیست، پیرنم سفیده. ما اول روی بدیهیاتی باید توافق بکنیم. حالا شما بگو نه من این پیرن سفید دوست ندارم، مثلا سبز دوست دارم، ولی نمیتونی من بگی که آقا پیرن سبز دوشیدی. نه نه, نه همچین چیزی نیست. در نتیجه باید اول روی بعضی بدیهیات ما توافق بکنیم. یکی از بدیهی ترین بدیهیات اورینتالیسم عبارت از چند صدایی صدای اورینتالیسم. در اورینتالیسم سعید با چند متفکر برجسته در دیالوگ، با گرامشی در دیالوگ، با نیچه در دیالوگ، با گوتسیه در با یه محیط روشنفکری و اندیشه هست که صدای با او با اون صداها در حال مکالمه است. از فوکو، حالا فوکو هم هست، منتها یه فوکوی بخصوصی، یعنی فوکوی نالج اند پاور. در حال که شما اگه کتابای من نگاه بکنید میبینید که من به اورینتال، به مقوله اورینت از یه زاویه دیگه فوکو، یعنی مدرسه سیویلایزیشن میام، نه از زاویه
knowledge and power. به هر حال این وسط یه محیطیه که صدایی که میکنه انعکاسای مختلفی داره. بعضی از آثار و شواهدش هم مثلا در خود چیز هست، وقتی که در همون اوایل چیز، اوایل اورینتالیسم، میگه که در کتاب گرامشی، در کتاب پریزن نوت بوکش اینطوری میگه آدم باید یه سیاهی داشته باشی از مثلا زندگی شخصیش، و این موضوع هم روی زندگی شخصی من مربوطه. و چه و چه اینی که ما تقلیل بدیم سعید رو که این حرف راجع به اورینتالیستا گفته و این غلطه، اورینتالیستا اینطوری نیستن، اورینتالیسم همش بد نیست، این فراموش کردن و در واقع ساده کردن یک صدای زیباییه که مثل یک کسی که مثلا تنور میخوره و ابعاد مختلفی این صدا داره، فقط یک برش بگیرین بگین نه اینجاش مثلا حد. ولی همونطور که شما میگین، این نقد کردن به سعید از جمله شخص خود من نقدهایی کردیم که مثلا فرض کنین اورینتالیزم، عرض به خدمتون، چیز پرژن اسکلس آخیلوس با اورینتالیزم موتسارت در ابداکشن فرام سرالیو و اورینتالیزم نمیدونم قرن 19 همه مال اروپا، اینا سه تا اورینتالیزم متفاوته. منتها سعید مورخ نیست، سعید منتقد ادبیه. ما نمیتونیم از این منتقد ادبی متفقه باشه آقا تو متوجه تفاوت‌های تاریخی. ما کاری که میتونیم بگیم که مثل اینکه آقای دکتر طرف جامعه شناس باشه، خب بعد تماما از زاویه جامعه شناسی از یه مورخ فرزند یه حوزه دیگه بخواد. چیزی که ما میتونیم بگیم میذاریم اینه که سعید یه تخم، من نوشتم، بارها نوشتم، زبان ما رو باز کرد، زبان ما آدمای مهاجره چیز باز کرد. ما یه دفعه آقا میشیم حرف بزنیم، میتونیم به سعید بگیم جناب ادوارد سعید، ادوارد ودیع سعید، دبلیوش ودیع اسم بابا شده، ما ممنون و سپاسگزار شما هستیم که که این بحث رابطه بین قدرت و علم رو اومردی توی چیز ما، توی نحوه تفکر ما. ولی بین اورینتالیزم یونانی که وقتی راجع به ایرانی ها دارن حرف میزنن و اورینتالیزم موتسارت موقعی که راجع به عثمانی داره حرف میزنه و اورینتالیزم فلان، این تفاوت ماهوی وجود داره. این حرف رو با کمال ادب و احترام و رفاقت من تو کتاب پست اورینتالیسم هم نوشتم. تو کتاب پست اورینتالیسم هم میگم در ذهن ادوارد سعید یک بازجوی اینترلاکتور، یه بازجوی سفید پوست مفروضی نشسته بود که ادوارد سعید که یکی از شیواترین نویسنده هاست، همه سعی بلیغش این بود که این بازجو رو متقاعد کنه که به فلسطینی ها ظلم شده. و اگر این بازجوی سفید پوست خیالی متقاعد نمی شد که به فلسطینی ها ظلم شده، پس به فلسطینی ها ظلم نشده. من فصل آخر پست اورینتالیسم هم این هست که changing the interlocutor، بذارید بازجو رو عوضش کنیم. بازجویی که تو ذهن من هست دیگه یه بازجوی سفید پوستی که من باید متقاعدش کنم کودتای 28 مرداد اینطوری بود، نمیدونم چیز قرارداد تنباکو فلان بود، دیگه نیست. من با یه کسای دیگه دارم حرف میزنم. با کیا دارم حرف میزنم؟ با آسیایی ها حرف میزنم، با آفریقایی ها حرف میزنم. و بعد چون دارم باز میکنم در واقع سپهر عمومی مکالمه رو، دارم از اون سپهر عمومی هم با هموطنان خودم حرف میزنم. برای اینه که این تک اینی آقا سعید خوب است یا سعید بده، آقا ولمون کن، ولکن برادر، تو خودت اندیشه خودتو بیار، منتها در مکالمه سالمی با یک اندیشه که اتفاق افتاده. اون اندیشه وقتی که سعید داره بحثش میکنه این نوع نالجی رو که با کلونیالیسم امپراتوری فرانسه و انگلیس و این حرفا مطابقت داشته، اون نالج که از بین رفته، اصلا اونطوری نالج درست میکنن الان بهش در محل یعنی جناب دکتر، من چیزی که متوجه شدم در بیان سعید، اندیشه سعید و هر متفکر دیگه، حالا میخواد که شخص شما باشید، چامسکی باشه یا هر کس دیگه، اولا یک فردیه با یک نگاه خاص، با یک چجور بگم تجربه خاص. تجربه سعید غیر از تجربه شما، سعید کسیه که در موقعیت
دوگانه زبانی قرار گرفته، مثلا جناب دکتر حمیدباشی در این موقع قرار نگرفته. شما بین فارسی و انگلیسی در واقع تقابل نمیبینید که نه. تو زندگی نامش هست میگه بیدر کجا. تفاوت دیگه عمده. ببین سعید اولا شیفته ایران بود، شیفته اصفهان بود، یکی از آرزوهاش این بود که بیاد به ایران و من هم بارها سعی میکردیم که موجباتی فراهم کنیم که بیاد به ایران. منتها ببینین چیزی رو که در تخیل من هست و در ذات تفکر من هست و من در سعید نیست و فقط این تقابل بین عرب و غربه. من اصلا تقابل بین ایران و چیز همین کتاب اخیرم که نوشتم روی Reversing the Colonial Gaze که همه دارن میگن آقا جان این سفرنامه های ایرانی ها به اروپا، آقا ولم کن برادر، شما وردار اینا رو بخون، دو تا جلد هر کدومش 500 صفحه است، انصافم خوبی 25 صفحه شده به پاریسه، 500 صفحه شده به بقیه دنیا است. این یعنی باید باز وقتی که بازش چجوری بازش میکنی کلیت تاریخی ایران یادت میمونه، ایرانی که هر گوشش یه دونه تیشه بزنی به زمین فرهنگ و تاریخ و چیزی فواره میزنه بیرون. ماها از اون اعتماد حرف میزنیم، او از او اعتماد حرف نمیزد. یعنی اگر این شق فلسطین ازش میگرفتی، این شق غرب ازش میگرفتی، حالا اینو بگم دیگه جون مادر دیگه بکن بریم. این نادری وقتی من مثلا میرفتم تلویزیون یه چیزی میگفتم، یه اتفاقی میفتاد کشوری عرب فلان، یا نادری زنگ میزد گفت کراواتت خیلی به پیرنت میومد. یه چی راجع به موضوع حرفی که من میزدم چی بود کشوری خیلی خیلی جالب بودی. بعد گفتم امیر لاکر دار، ما تنگسیر تو رو دیدیم، ما بگو سازدهنیه تو رو دیدیم که اینطوری شد. میگم مگه من نساختم؟ نکن برادر. و بعد اینه میگم با حرف امیر تموم میکنم. گفت فرض کن فردا صبح پاشدی، فقط حالا عبارت خودشه، پرچم داست و چکش در تمام دنیا بلند، عدل اجتماعی همه چیزی هست، پا میشی فکر میکنی با خودت چیکار کنی؟ حالا با خودم چیکار کنم؟ گفت من فیلم میسازم برای اون فردای اون روز، اون روز یعنی تو یه چیزی احتیاج داری، من برای اون موقع دارم فیلم میسازم. با این فرمایش نادری تمام کنید. خواهش میکنم آقای دکتر، برای جلسه آینده همین الان بگم، الان تهران به نظر شما مطالبی مونده در مورد تهران ناگفته فعلا تو این بستر مونده باشه یا نه؟ ببینین بله چند تا چیز هست راجع به تهران که مایلم بگم، منتها همونطور که عرض کردم مایلم که ما الان دیگه بین از اهواز و تهران و فیلادلفیا و نیویورک الان بیشتر بریم به طرف کلاژ، نه اینی که حالا مرحله یعنی یه تمایی هست روی ادبیات، روی سینما، روی نوشتن، روی سفر، روی این نوع اتفاقات که اینا رو هر سوالی که شما داشته باشی من از این بعد یه دست گل میسازم میدم خدمت شما، نه اینی که بسیار خوب. نه آقای دکتر، مسئله اینه شما آزادید و کاملا همین که فرمودید، من منتها چون مقیدم به گام به گام پیش رفتن نه لزوما سیر خطی، شما ذهن آزادیه دیگه، ما نمیتونیم محدودش کنیم. میخوام از این جهت بگم که ما اگر بخوایم به کارهای شما و اندیشه شما که خیلی باید تمرکز کنیم دقیق تر بپردازیم، باید یه مقدار از بعضی موقعیت ها بیایم بیرون. از این جهت گفتم که میخوام مثلا سری بعد دیگه بریم وارد دانشگاه و بحث تخصص آکادمی که شما بشیم، در این حال شما حالا هر جا ببینید در امریکا من با 3 استاد ایرانی درجه 1 من مشهور بودم، استاد یارشاتر، استاد مهدوی دامخانی که شما محبت کردین کتابشو برای من فرستادین و استاد سید حسین نصر. منتها با هر سه این عزیزای محترم علمی ما من یه زاویه اساسی داشتم و هیچ وقت آب ما با هم به یه جوب نمی رفت. آی دکتر چون شما هم فرمودید اینو ما به عنوان چیز نگه داریم، جلسه آینده انشالله ما زمانی که دلایل این سفر شما مطالعه چجور شد و اصلا چجور فراهم شد به این پرداختیم که برید امریکا، بعد به اینا میپردازیم که الان زیاد طولانی هم نشه، ولی این تو ذهن من هست که انشالله از اینجا انشالله متشکرم.
خدا نگهدار شما، علیکم نهدار، السلام. ممنون از رفقایی که محبت کردن اومدن با ما بودن. آیش خدا نگهدار. خدا نگهدار.